برای گفتگوی بیشتر احسان الله حکمت، مدیر برنامه‌های نهاد هماهنگی افغان‌ها علیه فساد اینجا با ما هستند. آقای حکمت خوش آمدین. گردآوری مسئول 10% خدمات مخابراتی انجام دادین چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد 10% مسئول مخابراتی بحث میکنیم و طور که شما گزارش دیدین ما امروز یک تحقیق داشتیم و در مورد از او با رسانه‌های محترم با مردم افغانستان یافته‌های خود شریک ساختیم. بزرگترین مشکلی که در یافته‌های ما بود، متاسفانه هیچ نوع یک سیستم مؤثر و مفید وجود نداره تا با مردم افغانستان و با مشترکین شرکت‌های مخابراتی اطمینان بتن که 10% محصول از اینا به شکل درست و شفاف جمع‌آوری میشه و همچنان ای به شکل درست از طرف حکومت با مصرف میرسه. ما تحقیق انجام دادیم و قبل از او فعالیت های دادخواهی خود همزمان با جمع‌آوری معلومات آغاز کردیم که خوشبختانه امروز ما ایره داریم با هماهنگی سایر نهادهای پلیسی ساز که ما معلومات خود در اختیار از اونا قرار دادیم، توانستیم که توجه اونا را جلب کنیم که موضوع بسیار یک موضوع حیاتی هست و میتونند که در آینده ها جاگزین کمک های خارجی شود. خب این پژوهش بر اساس کدام معیارها صورت گرفته؟ پژوهش با اساس معیارهای بین‌المللی پژوهش صورت گرفته که به خاطر جمع‌آوری معلومات اولیه ما همراه افراد متخصص و همچنان کارمندان شرکت‌های مخابراتی مصاحبه‌های را انجام دادیم و به خاطر از اینکه بفهمیم نظر عمومی مردم چی هست، توانستیم همراه مردم هم پرسشنامه‌ها را یعنی سروی را انجام بدیم و پرسشنامه‌ها از اونها خانه‌پوری شوند. با 80 نفر شهروندای کابل سروی را انجام دادیم که 4 کاتگوری افراد دیگه وجود داشت: محصلین پانتون ها، کارمندای حکومتی، کارمندای نهادهای غیر دولتی و همچنان کارمندای ببخشید متشبثین کوچک، چون این کاتگوری افراد هستند که تاثیرات بیشتر دارند. مثلا محصلین وابسته به فامیل هست، سر اونها تاثیر داره ندارن چون پول پرداخت کردیتشان از طرف فامیلا پرداخت میشه. کارمندای حکومت معاششان بسیار پایین است، اونا چی مشکل مواجه هستند؟ یا ای که کارمندای نهادهای غیر دولتی که پول کردیتشان از طرف نهاد که کار میکنن پرداخت میشه و همچنین متشبثین کوچک. با در نظر داشته همین کاتگوری هایی که داشتیم ما معلومات اولیه را جمع آوری کردیم و با در نظر داشته همو یافته های خود به همو گزارش پژوهشی ما ساخته شد، نشر شد و با امرای مردم افغانستان شریک ساخته شد. بر بنیاد این پژوهشی که شما انجام دادین، حیف و میل شدن پول ها علت ازی در چی است و این پول ها مشخصا به جیب کی ها رفته؟ زمانی که ما تحقیق انجام دادیم ما ایر دریافتیم که وزارت مخابرات، ادارات حکومتی، وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اداره اطرا کلشان تاکیدشان و اعتمادشان و باورشان بر راپورهای است که از طرف شرکت‌های مخابراتی به اینا گسل میشه. با در نظر داشته امو چون هیچ نوع سیستم وجود نداره که وزارت مخابرات یا اداره اطرا به او دسترسی داشته باشه، در اخیر هر ماه کمیته نظارتی که از 3 نهادی که قبلا یادآور شدم، وزارت مخابرات، مالیه و اداره اطرا ساخته شده، کمیته نظارتی باید برن از شرکت های مخابراتی نظارت کنن، به ویژه از 10% محصول مخابراتی. متاسفانه اونا هم کار خود به شکل درستتر انجام نداده. در طول 2 سال گذشته که باید یک سیستم RTDMS ساخته می شد، حکومت در این بخش غفلت کرده، سهلنگاری کرده، نخواسته که این سیستم ساخته شود. بنابراین مسئولیت بیشتر برمیگرده به حکومت که کار خود به شکل درست انجام نداده و اتکای بیشترشان سر گزارش های هستند که از طرف شرکت های مخابراتی به اینا ارسال شدن و طبعا گفته میتونیم زمانی که سیستم نباشه، حکومت به او دسترسی نداشته باشه، مردم اعتماد ندارن، باور ندارن سر از این سیستم، بنابراین در نتیجه میتونیم گفته که شرکت های مخابراتی بیشترین دستبرد دهی داشتن. حالا که مجلس نمایندگان این طرح لغو ساختن با اکثریت آرا، چرا هنوز هم گردآوری مسئول ادامه داره؟ چرا جلوی کار گرفته نمیشه؟ خب تصویب قوانین و همچنان لغو و تعدیل قوانین از خود یک پروسیجر خاص خود داره.
زمانی که یک مجلس میان قانون لغو میکنن، تعدیل میکنن، نیاز است که تصویب مجلس دومی را هم داشته باشند. بنابراین یک پروسه یک زمان در بر میگیره تا اینکه اگر مشران جرگه نخواهد این قانون تعدیل شوه یا لغو شوه، بنابراین این محصول ادامه خواهد داشت. باز یک کمیسیون مشترک از هر دو مجلس میشینند، بحث میکنند تا اینکه برای رای حل بسنجند. ولی تا جایی که ما در جریان هستیم، ما برای اعضای محترم مشران جرگه بحث کردیم در آغاز همین هفته، اونا به این عقیده هستند که این محصول با حکومت افغانستان کمک میکنه در تهیه بودجه سالانه، عواید سالانه شان. بنابراین چون مردم هم یافته های تحقیق ما نشان میده که تنها 21% افراد نمیخواهیم که محصول وضع شود، ولی سایر افراد میخواهیم، یعنی تقریبا 70% افراد هستن که میخواهیم کمک کنن امرای حکومت محصول بپردازن. بنابراین با در نظر داشت امی مشران جرگه افغانستان که ما بحث کردیم، صرف میخواهیم که سیستم آرچیدیم ساخته شود تا اطمینان مردم بیشتر شود و شفافیت در این سیستم به وجود بیاید. و اونا بسیار جات علاقمند از این نیستن که این قانون تعدیل کنن یا لغو کنن. حالا وزارت‌های مخابرات و مالیات بارها از شفاف بودن روند گردآوری مسئول خدماتی مخابراتی اینا خبر دادن. پس این دو وزارت دقیقاً چی کار کردن در جریان گردآوری مسئول؟ متاسفانه اولین بار که محصول مخابراتی وضع شد یک کار عجولانه بود، به خاطر از اینکه حکومت افغانستان شرایط IMF به خاطر دریافت قرضه تکمیل کنه این محصول وضع کرد در کنار سایر مسائلی که مالیات سر وضوع افزایش داد، مثلا سر بر مالیات بر تیل افزایش داد، مالیات بر زمین افزایش داد. یک کار سیومی هم همین در درصد محصول مخابرات بود. در وقت هیچ چیز وجود نداشت، نه بسترسازی شده بود، نه هم یک تحلیل همه جانبه که در دیگر کشورها چند درصد محصول وضع میشه. از امو زمان تا فعلا هیچ یک سیستم موجود نیست. سیستم فعلی که موجود هست شرکت های مخابراتی برای خودشان ساختن، شرکت های مثلا شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای خودشان ساختن، اونا برای خود ساختن. بنابراین در اینجا ادارات حکومتی در او هیچ دسترسی ندارن. در اخیر هر ماه، یعنی تا هنوز 3 بار رفتن از شرکت های مخابراتی نظارت کردن، در او جدیدن شرکت های مخابراتی خصوصی حتی اجازه ازیره به کارمندای حکومت ندادن که به شکل زنده از این سیستم دیدن کنن، یعنی جای در جای اسکرچ کارت کردیت اضافه کنن و جا ببینن که احمد یا محمود این شماره تلفنش است، ایره اضافه شد 10% هم ایجا رفت. یعنی در یک اتاق سیومی که وایر هاوس برش میگه در اوجا یاره میبرن به شکل غیر زنده، اوجا میبرن که یعنی از یک ماه قبل اگه اینا سکرچ کارت انداختن یا 15 روز قبل او را امرای خود میبرن، نگاه میکنن و میبرن اوجا میبینن که به این تاریخ که در این شماره تلفن پول اضافه شده، آیا در اینجا هست یا نیست. ما که چیز را دریافت کردیم در اینجا طبعا زمانی که به شکل زنده اجازه نمیدی به کارمندای حکومت که او بیاین دیدن کنن، نظارت کنن و بررسی کنن، طبعا در اینجا مشکل وجود داره و امکانات بیشتر از این هست که پول حیف و مل شود. تشکر از حضورتان.